خوش اومدین آقا مراد. وقتی تنهاییم تعارفو بذاریم کنار. بگو ببینم چه خبر؟ خبر خاصی نیست قربان. شرکت یا خونه؟ خونه. کدوم خونه؟ خونه بابا اینا. حد زده بودم. از سوالت برای چی بود؟ زندگی همینه، پر از سورپرایزه. گفتم شاید امروز یه تفاوتایی داشته باشه. زندگی رو خودت هدایت میکنی کرم. میدونی که از تغییراتم خوشم نمیاد. را بیاف، باید به صبحونه برسیم، زود باش. من دارم خواب میبینم یا واقعا بوی منم من میاد ها؟ نه بابا خواب نمیبینی، بوش داره میاد واقعا. وای دوست خوشگلم، احتمالا آسلی میخواد سورپرایزمون کنه. چرا نگو بابا، آسلی امروز شیفته. پس کی داره منم من درست میکنه؟ این بوی یه منم من واقعیه، مثل من مامانم. چقدر برش تنگ شده. صابونه حاصله، زود باشین پاشین ببینم. اینم که شبیه صدای مامانم. آه مامانم، صدای مامانم بود. مامان تو اینجا چی کار میکنی؟ پاشین ببینم تنبلا. تو کی اومدی آخه؟ شیشه صبح. چی کار به وسایل من داری؟ دارم جمع میکنم. واسه چی خاله امینه؟ باباش گفت دیگه کافیه، برو دختره رو بردار بیار. تو خانواده ما هرچی پدر بگه همون میشه عزیزم. باباش میگه حالا که درسش تموم شده و کارم نمیتونه پیدا کنه برگرده بیاد خونه. رفت دانشگاه درس بخونه، دیگه برنگشت خونه. میگه باید جلوی چشمم باشه. من نگفتم به خدا، بابات گفت. همه این حرفا رو بابا زداره؟ من که دیروز با شرف زدن چیزی نگفت. آخه دختر خوشگلم، اون که به تو حرفی نمیزنه. دختر جون، اون بابات خون منو تو شیشه کرد. اون بابات منو نابودم کرد دخترم. خوش اومدی خاله امینه جون. بی سلامت عزیزم. اینو بگی ببینم. بپوش. اوف. رئیس بزرگ، چه برخوردی مد نظره؟ یه حمله تهاجمی یا یه حالگیری غیر منتظره؟ بیرو دروسی حالشو بگیرم یا عقب بکشم از پشت حالشو جا بیارم؟ بذار بره. مطمئنی؟ بعدا یه وقت پشیمون نشینا. مطمئنم، بذار بره. تو کی میخوای بزرگ بشی؟
هنوزم که هنوز ماشین بازی میکنی. این همه سال گذشته فقط سایز ماشینا بزرگتر شده. علاقه رو که نمیشه سرکوب کرد. من از زندگیم خیلی هم راضیم. خوش اومدی داداش. ممنون داداش. البته راه مال ما بود درک خواه. زندگی همیشه همینجوری بیرحمه کرم جون. همه چیز میتونه توی لحظه تغییر کنه. خب داداش چی کارا کردی؟ آنکارا رو برامون فتح کردی یا نه؟ به قدرت خانواده سارس ایلماز اضافه کردی یا نه رئیس؟ ای تقریبا میشه گفت. خیر باشه، این وقت صبح از کجا میای؟ آه راستی امروز جلسه داریم، یادت که نرفته؟ نمیخوام گندش کنم ولی واقعا دیشب شب خسته کننده ای بود. شاید به اندازه جلسه کاری تو آنکارا مهم نبوده باشه، ولی از نظر دستاوردهای علمی و پژوهشی دست کمی هم نداشته. فکر کنم امروز باید کل روزو بخوابم. این لوس بازی رو بذار کنار، تا نیم ساعت دیگه حاضر شو با هم میریم. رسما داره تو این خونه به هم ظلم میشه. خوش اومدین. نیم ساعت وقت داری یا؟ ببینم خودت میتونی نیم ساعت از پس سوال جوابای مامون بزرگ بر بیایی یا نه؟ خسته نباشی عظیم سلطان. کجایی تو شیطون بلای مامان بزرگ ها؟ یه جلسه مهم تو آنکارا داشتم، یادت رفت؟ معلومه که یادمه، خدا رو شکر هنوز آلزایمر نگرفتم. تنها نقطه مبهمش اینجاست که چرا اینقدر طولانی کار دیگه مامان بزرگ. چیه؟ نکنه یه عروس آنکارایی پیدا کردی به ما نمیگی ها؟ تو خیلی مرموزی، به این راحتی تعریف نمی کنی. ببین اگه دختر آنکارایی باشه خوبه، هرچی باشه پایتخته. دخترای اونجا درست حسابی هن. من که طبق زیادی ندارم پسر گلم، دختر خانواده داری باشه، شیر پاک خورده باشه، درس خونده و تحصیل کرده باشه، خونه دار و کدبانو باشه، بر و رو داشته باشه، به بزرگترام احترام بذارم. باور کن هیچ دختری در کار نیست. حالا منو ول کن، تعریف کن ببینم حالت چطوره، خوبی؟ میخوای چه جوری باشم پسرم؟ مگه میشه با اون بی خبر زیر یه سقف زندگی کرد و خوب؟ اینجوری نگو، یه وقت میشنوه. مگه دروغ میگم؟ از دست تو قربونت برم، من را رفتنشو ببین. دریا. بله. ببینم تو هنوز حاضر نشدی دریا. چرا اینقدر شلوغش میکنی نجات؟ دارم حاضر میشم دیگه. میشه لطفاً یکم عجله کنی؟ مراد خیلی وقت اومده. که چی؟ بچه مثلا اومده با ما صبونه بخوره. میدونی که از بدقولی بدش میاد، معطلش نکنیم. مگه تو از این که کسی بدقولی کنه لذت میبری نجات؟ بریم دیگه، یه وقت مراد خان معطل نشه. صبح بخیر. صبح بخیر مراد جون. گفتم صبونه رو بیرون آماده کنن. میدونم. چیزی لازم داری عزیزم؟ نه میخوام برم بیدارش کنم. مگه دروک اومده؟ اومده، نرسیده، رفت خوابید. میخوام ببینم چی کار میکنه. اگه صبح اومده خب بذار بچه بخوابه. وای 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 فاتحه آنکارا، خوش اومدی، بیا ببینم. جلسه ها چطور بود؟ کار آنکارا تمومه، حالا دیگه نوبت میلانه. جلسه میلان امروز بود مراد، نه؟ دروغ کجاست؟ هنوز بیدار نشده؟ صبح اومده نجات، بذار یکم بخوابه. که چی بشه عزیزم، بذارم بخوابه؟ ای بابا، برو اون سر به هوا رو بیدار کن بیا سر جلسه. نجات جون بذار بچه بخوابه. افسار گسیختگی هم یه تاوانی داره دیگه عزیزم، اگه اشکالی نداره شازده یه امروز رو کمتر بخوابه. آسلی عزیزم درست به موقع اومدی، قرص زیر زبونی، دستگاه فشار، هر چی از حاضر کن بیا. خاله فهیمه جون، من شبیه انبار داروخونم عزیز دلم؟ من فقط یه پرستارم که از شیفتش برگشته. قضیه چیه؟ تو خونه قیامت به پا شده. برای چی؟ چی شده؟ خاله امینت اومده. ای بای چه خوب، خوش اومده. آره منظور منم همین بود،
گفتم خوش اومدی امینه، قدم رو چشمون گذاشتی. اون چی گفت خاله امینه عزیزم؟ باباش گفته برو حیاتو بردار بیاد، گفته حالا که کار پیدا نکرده یه روز برگرده بیاد شهرستان. یعنی چی؟ خاله امینه اومده حیاتو با خودش ببره؟ آخه چه کاریه؟ ببینم تو بیمارستانتون به جای چایی بهتون آرام بخش میدن دختر؟ میگم مادر و دختر دارن همدیگه رو میخورن، تو خونه قیامت به پا شده. زود باش باید وارد عمل شیم، زود باش. بودو بودو، اگه قرار بود بشینم برای دلتون واسه چی فرستادینم دانشگاه؟ دانشگاه دانشگاه نکن واسه منو. اجازه بدین، خوش آمد عرض میکنم خاله امینه. مگه اینکه تو به هم خوش آمد بگی، اینا که خیرشون به من نمیرسه. خاله فهیمه تو رو خدا یه چیزی به مامانم بگو، میخواد اینه بچه ها دستمو بگیره برداره ببره خونه. این چه کاری که میکنی امینه ها؟ من کاری نمیکنم، باباش کرده، باباش گفته، پدر منو در آورده، گفته امشب شب آخره، همینو بس. مامان من امروز دوتا مصاحبه کاری دارم. بابات هم دقیقا همینو گفت، اگه امروز کار پیدا کرد که هیچ، اگه نکرد دستشو بگیر برش دار بیار. همین. یادت باشه قبل رفتن کارت اتوبوس تو به من بدی، یعنی بعد صبحانه میگم. خیلی ممنون واقعا. خب واقعیت دیگه، کار پیدا کردن تو استانبول که به این راحتی ها نیست. به نظرم حق با باباش خاله امینه جون. چرا این حرفو میزنی؟ اگه قسمت باشه کار پیدا میکنه. بله منم دو ساعته دارم همینو بهشون میگم، در ضمن من یه آدم مستقلم، نمیتونی مجبورم کنی کاری که دوست ندارم و بکنم. آها بابات گفت از این به بعد پول مول خبری نیست، شنیدی؟ باید تشنه و گشنه بشینی اینجا واسه خودت زندگی کنی ها، میتونی دخترم؟ چرا گشنه و تشنه عزیزم؟ پس من چی کارم؟ دیگه من خدا رو شکر همیشه میجوشم. فهیمه هزار بار گفتم به اینا رو نده دختر، بی خودی امیدوارشون نکن، خدا بگم چی کارت نکنه. دخترم بی خودی خودتو به آب آتیش نزن، امروز آخرین روزه، اگه کار پیدا کردی که کردی، اگه نه برمیگردیم شهرمون. همین. والا من نمیگم، همه اینا رو باباش میگه، باباش گفته. حالا که همه ی خانواده دوره هم هستیم میخوام یه چیزی بهتون بگم. تصمیم گرفتم بازنشسته بشم. وا. البته هر از گاهی یه سری میزنم، بعد از 6 ماه هم جشنم رو میگیرم و میگم با اجازه من رفتم. حالا چرا بعد از 6 ماه؟ مگه قراره چی بشه؟ سردر نمیارم. یه نگاهی به عمل کردتون میندازم و تعیین میکنم که کی تو شرکت جانشینم بشه. لازم نیست همچین کاری بکنی، من و دروک با هم شرکت رو اداره میکنه. منم موافقم. هر شرکت یه رئیس داره مراد، درسته که با هم برادرین، ولی باید مشخص باشه که حرف آخر رو کی میزنه. نه بابا راست میگه داداش، شرکت باید یه رئیس داشته باشه که اونم توی. منم همینجوری به زندگیم ادامه میدم، خیلی هم عالیه. الان وقت شوخی نیست دروک جو، پدرت داره درباره یه مسئله کاملا جدی حرف میزنه. مادرت برای اولین بار یه حرف درست زد. همونطور که پدرتون شرکت رو از صفر به اینجا رسونده، فردا پس فردام شما باید همین کار رو برای بچه هاتون بکنین. راستی گفتم بچه، به نظرم قربونت برم مامان جون، فدات بشم، اگه بحث بچه و نوه باز بشه دیگه حالا بسته نمیشه. دقیقا همینطوره، من و دروک هم عجله داریم باید بریم. نه دروک داداشون تو زودتر برو، من ببینم این سالاد میوه چطور شده، سری میام. قول میدم. نوش جونتون. آه. چی شد؟ چرا وایسادی؟ جوش آوردیم. خب حالا تکلیف چیه؟ پیاده شم یه نگاه بندازم میگم.
چی شده کرم؟ آبش تموم شده. چی شده؟ آبش تموم شده. خب آب بریز، زودتر بریم. باید موتور سرد بشه. نمیشه، دیرم میشه. بگم از شرکت یه ماشین دیگه بفرست. نه لازم نیست، وقتم هدر میره. همینجا یه تاکسی میگیرم میرم. بشینیم تو خونه هاتون دیگه. همه عوض تاکسی سوار شدن کردن. من مصاحبه کاری دارم بابا، اگه نرسم باید برم شهرستان. پس مترو و اتوبوس واسه چی آخه؟ بعد نیست از اونا هم استفاده کنین ها؟ تاکسی؟ وای این که تاکسی نیست. ببخشید. کجا میری خانم خوشگله؟ ته جهنم میای؟ راتو بکش برو، وگرنه هم خودتو فر میدم هم ماشینتو گم شو. عوضی میگه خوشگلم، بی تربیت، بی فرهنگ عوضی. مسافر نداریم؟ میتونم بات بیارم؟ نه قربان، شما بفرمایین سوار شین، من یه ساندویچ میخرم سریع میام. ممنون، خودم درو میبندم، بودو بریم. ببخشید این تاکسی مال منه. چه خوب، منم نگفتم که این مال منه، گفتم بزن بریم. نه شما اشتباه متوجه شدین. آقای محترم، این شما این که اشتباه فهمیدین، خیلی دیرم شده، زود باشین تو رو خدا. شما پیاده برین، من باید سوار این تاکسی بشم. جدی میگی؟ خب معلومه باید سوار شی، سوار نشی کی میخواد برونه؟ مسئله همینجاست، من قرار نیست تاکسی رو برونم، من مسافرم. آها دیگه نیستی. برای چی اون وقت؟ چون که کار خیلی واجبی دارم، مسئله مرگ و زندگی. کار منم واجبه، اگه میخواییم میتونیم با هم بریم، اول منو برسونه بعد شما. که چی بشه ها؟ برای چی باید با کسی که نمیشناسم سوار یه تاکسی بشم؟ راننده یه تاکسی میشناسی؟ نه خیر. خب با اونم سوار یه تاکسی میشه. اون با این فرق میکنه، فهمیدی؟ چه فرقی؟ خیلی خب بابا، ترجیح میدم پیاده برم تا با یه نفر که نمیشناسم سوار یه تاکسی بشم. با دو نفر ناشناس راننده رو فراموش کردی. حالت خوبه؟ گربه نره، عمو جغل شاخدار، روباه مکان، برو کنار ببینم. روباه مکار، عمو جغل شاخدار. من آمادم قربان، کجا باید بریم؟ شرکت سارتر بلدین؟ لوانت؟ دقیقا. اگه نمیخواین جواب بدین میشه سایلنتش کنین، اعصاب آدم خرد میشه. منم میخواستم همینو به شما بگم. میشه من زنگ نمیخوره؟ مال منم نیست. مثل اینکه گوشیشو جا گذاشت. بریم برسیم به اون خانم، گوشیشو بهش بدیم بعد ادامه بدیم. چش. امروز کائنات دست به دست هم دادن که با من لج کنن. شرط بندی کردن کدومشون میتونن دیوونم کنن. مگه من مسخره شونم ها؟ مسخرم؟ مرتی فرو باش، راننده تاکسیو میشناسی؟ آره میشناسم، فکر کنم میرم. دوست دوران خدمتمه. سر و وضع درست خوبه ها، ولی مردونگی صفر صفر. خانم کوچولو. قضیه چیه؟ تو داری منو تعقیب میکنی؟ آره؟ نه خانم، من اون چیه دستت؟ گوشی. تو خجالت نمیکشی میخوای از من شماره بگیری؟ ببینین خانم محترم، از اول دوچار سوء تفاهم شدین و دارین صبر منو لبریز. چه سوء تفاهمی ها؟ چه سوء تفاهمی؟ صبرم داره لبریز میشه؟ نه بابا، به بهونه اینکه شمارمو بگیری داری گوشیو میکنی تو چشم، بدش به من. چی کار کردین؟ حالتو آوردم سر جاش. آره اومد سر جاش. Thank you.
بایسا. روز خوش. اگه حبس چشام تموم شده طلب آزادیمو از حضورتون دارم. تو میخوای چی کار کنی نجات؟ فتیله دینامیت و آتیش زدی گذاشتی بین دوتا برادر پسرم. دوتا برادر رو میندازی به جون هم دیگه. نه بابا، پسرای من همچین کاری نمی کنن مادر. البته که پسرات نمی کنن، اما زنت میکنه. وای آره. مادر جون، از دست تو، از دست تو. من نمیفهمم تو چه خصومتی با این زن داری. من چه خصومتی میخوام با اون دریای چشم سفید ور پریده داشته باشم؟ اونه که با من خصومت داره. مادر بس کن تو رو خدا، این وسط ما کی هستیم؟ دریا کیه؟ چیو میخوای برسونی؟ ما خانواده سارس ایلمازدیم، اونم یه نیروی نفوذیه که میخواد ما رو از هم جدا کنه. آها، یعنی منظورت اینه که ما با هم بجنگی. تو مثل همیشه حرفای منو جدی نگیر. اگه مراد رئیس شرکت بشه جنگ جهانی سوم را میفته. جنگ جهانی سوم. مادر جون، دروک و مراد برای من هیچ فرقی ندارن، ولی خب خودت هم میدونی کوچیک حواس پرته، هنوز دنبال شیطنت و خرابکاریه. گفتم شاید اگه ببینه قضیه جدیه یه ذره عقلشو به کار بندازه، وگرنه هر دومون میدونیم که در نهایت مراد رئیس شرکت میشه. خوش اومدین آقا مراد. گزارش کاتالوگا ساعت 4 رو میزن باشه. گزارش ساعت 4. متن صحبتایی که برای جلسه با گروه میلان خواسته بودم چی؟ آمادهن قربان. فقط در رابطه با اون مسئله یه مشکل کوچیک پیش اومد. چه مشکلی؟ 5 دقیقه پیش تماس گرفتن، گفتن دیر میرسن. مگه جلسه 10 دقیقه دیگه نیست؟ بله قربان، ظاهراً با یه ساعت تاخیر میرسن. جلسه رو کنسل کن، ولی خبر نده. جلسه کنسل شد، خبر نمیدم. یعنی چی قربان؟ وقتی اومدن بهشون میگی جلسه کنسله، اینجوری شاید یاد بگیرن از افعی بعد بدقولی نکنن. جلسه یه میلان کنسله، رئیس خیلی عصبانیه. آسانسور چرا بایستد؟ قربان دیروز یه مشکلی پیش اومد، اطلاع دادیم الان درستش میکنن. الان خیلی دیره، همون دیروز باید مشکل حل میشد. دیگه خیلی دیره. دیروز، دیروز. عکاسی برای کاتالوگ در چه حالی شروع کردن؟ بله قربان، دارن طبق برنامه پیش میرن. ببینیم و تعریف کنیم. زنم انگار نه انگار. چی شد؟ کارو ردیف کردی؟ یا نه؟ یه لحظه صبر کن، آسیه هم اضافه کنم. حیات دارم از نگرانی میمیرم، لطفا بگو کارو گرفتم و بر نمیگردم شهرستان. اعتراف کن عزیزم، بگو نتونستم. بگو که شب باید بیام ترمینال بعد رقت کنم. نمیدونم، تو همین چند لحظه پیش به جای اینکه تو شرکت باشم تو سد لاشغال بودم. ای وای، نکنه میخوای واسه شهرداری کار کنی ها؟ ای پک، مسخره بازی در نیار، اصلا حال و حوصله شوخی ندارم. به خاطر یه آدم خودخواه تاکسیمو از دست دادم، بعدش هم گوشیمو انداختم تو سر داشتگاه. وای دختر جون، چرا ناراحتی دست طرفو سر گوشیت خالی کردی؟ اون گوشی نوعی بیچاره حیف بود. حالا اونجوری هم که فکر میکنی نیست که، بعدن تعریف میکنم. ظاهرشو میدیدی یا فکر میکردی آدم گستاخ؟ ببینم، یعنی میخوای بگی طرف خوشتیپ بود؟ منو ببین، اینو یه جا بنویس یادت بمونه، اگه یه آدم خوشتیپ دیدی باید شماره تلفنتو بهش بدی، نه اینکه گوشی تو بندازی تو سطل آشغال. عزیزم بذار یه بار دیگه ببینمش، خوب میدونم چه بلایی سرش بیارم. مثلا چه بلایی؟
تلافی میکنم دیگه آسری. برم کنیم، باید قطع کنم. اولین مصاحبه که پرید به دومی برسم حد دفعه. دومین مصاحبت کجا بود؟ شرکت مدو فشن سارت عزیزم. بچه ها آستر از اون زیر معلومه، درستش کنین. آستین سمت چپشم افتاده، اونم درست کنین. حواستون نیست؟ بهتر نیست خیاطم بیاد ببینه؟ دیر میاد، کاری که گفتم رو بکن. اوف. مشکل چیه چیدم جون؟ انگار این طرف چونم یه خورده برق میزنه، مگه نه؟ اگه اون چونش کنده بشه شاید بتونیم به کارمون برسیم عزیزم. تو اینقدر هیکلت قشنگه که کسی به چونه خوشگلت نگاه نمی کنه عزیزم. آفرین. زخم روی پا معلوم نیست نه؟ نه عزیزم، اگه معلوم باشه با فوتوشاپ درستش میکنی. باشه. اگه آماده ای شروع کنی. آره. خیلی خوب، عالیه. تکون نخور. دوباره چی شد؟ لاک ناخونم خراب شد تو با لاک ناخونت کوچیکترین اهمیتی نداره عزیزم. باشه. خیلی خوب میگیریم. بسیار عالی. مورد خوش اومدی عزیزم. کارو متوقف نکنیم، ادامه بدیم. اگه میتونستم دهن و دماغش رو یکی میکردم، میشوندم سر جاش. یه کاری میکردم دیگه نتونه را بره. خوش اومدی مراد جون. چطور پیش میره تو با؟ اگه شروع کنیم شاید بتونم نظر بدم. دکور چطور آقا مراد؟ سوژه چیه؟ سوژه اینه که مثلا چیدم خانوم یه زن جوون شیکه و برای مهمونی که دعوت شده از لباسای ما. درازکش رو کاناپه؟ ببخشید؟ اگه میخواد بره پارتی برای چی رو کاناپه دراز کشیده؟ سردار بفرمایید. مراد خان چیدم خانم چرا رو کاناپه است؟ چون وقتی دراز میکشم خوشگل تر میافتم. سردار ما اینجا هدفمون نمایش لباسمونه، نه چیدم خانم. حق با شماست مراد خان. نه اینو که خودم هم میدونستم. لطفاً هر کاری لازمه بکنیم. تو با هم میگم آم مراد با هم تو حرف زد نه؟ تو که مثل پاچه شلواره یه اسپانیایی دهه 70 لارج عزیزم. نه میدونم 100% ما رو چشم زدن. همه عاشق مرادم. به خاطر اینکه با هم رابطه داریم حسودیشون میشه. وا مگه تو و مراد با هم رابطه داریم؟ آره 5 روز هفته با هم هستیم. آره خب 5 روز هفته همدیگر رو میبینیم چون یه جو کار میکنیم. نه افتتاحیه ها رو با هم میریم، اختتامیه ها هم همینطور. وای ما هم همینطور. حتو با میدونی که هر از گاهی میرم خونش میمونم، هر وقت بهش زنگ بزنم یا مسیج بدمم جواب میده. خب جواب میده چون با شخصیت درزم، چه جواب بده چه نده برای تو فرقی نمیکنه. بدون که میدونم. اگه اسم رابطه من با مراد رابطه نیست پس چیه؟ فقط خوش گذرونده. مراد از وقت تلف کردن و معطل شدن اصلا خوشش نمیاد. ببین تو با جون، اگه من میگم با یه مردی رابطه دارم یعنی دارم، وگرنه ردیفش میکنم یا اگه خراب بشه درستش میکنم. هر کاری دلم بخواد میکنم. خوشگله. ببین خوشگلم، مثل اینکه حواست نیست مردی که ازش حرف میزنی مراده. مراد یا فؤاد فرقی نمیکنه، بالاخره همشون مردن. میبینی
چه زود اومدی داداشی؟ فکر نمی‌کردم جلسه گروه میلان انقدر زود تموم شه. کنسلش کرد. بازم مراد سارسیلماز قاطی کرده. امروز کلاً انگار هیچی سر جاش نیست. همه ی اینا به کنار. چند لحظه پیش بابا زنگ زد. یه دوست وزیری داشت آقا کمال. میگه دختره اونو استخدام کنم. بیاد پیش چالی دستیار بشه. خب اشکالش چیه؟ بابا سفارش کرده به دخترش سخت بگیریم که با دنیای کار آشنا بشه. تو همینجوری عادی رفتار کنی کافیه. اصلا حرفه‌ای نیست. دوست ندارم یادم 0 کیلومتر اینجا نگه دارم. حالا دختر خوشگلی نه؟ دست درد نکنه چلی. خواهش میکنم آقا مراد. نوش جونتون. از قفسی که بابات میخواد توش حبست کنه اینجاست خوشگلن. آره عشقم، ولی موفق نمیشه. میرم حرف میزنم برمیگردم. به بابام میگم به توافق نرسیدیم استخدامم نکردم. ولی عزیزم پارتیت کلوفته، استخدامت میکنن. خب هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. تا امروز همیشه اونجوری زندگی کردم که بابام میخواسته. فقط به خاطر اینکه اون میخواست 4 تا زبون یاد گرفتم، ولی دیگه کافیه. از این به بعد اونجوری که میخوام زندگی میکنم. میگم چطوره بری روکراس همه چیو به بابات بگی سونا. تو در مورد بابای من چه فکری کردی قباد؟ به محض اینکه بهش بگم من و عشقم میخواییم تو چادر زندگی کنیم و پرنده ها رو نگاه کنیم، چشم از جهان فرو میبنده. میبنده؟ اون ما رو درک نمیکنه. اگرم بکنه نمیتونه هضمش کنه. نگران نباش، من همه چیو درست میکنم. چشم قربان. ببخشید من برای مصاحبه اومدم اینجا. منم همین طبقه 4. خیلی ممنونم. اون دختره که پارتی داره سونا پکتاشه. من با چنگ و دندون به این سمت رسیدم. خجالتم خوب چیزیه به خدا. مردم اونقدر پررو شدن که حاضرن بیان یه روزه جای یکی دیگر رو بگیرن. حق داری عزیز دلم، عجب آدمایی پیدا میشن. تازه پا میشن میرن با پول باباشون خارج درس میخونن، میان اینجا پوزشو به ما میدن. وای چرا نمیرسیم طبقه 4؟ برای چی آسانسور وایساده ها؟ خرابه، در حال تعمیره. مراد خانم چقدر از این پارتی بازی ها بدش میاد. حالا کجاشو دیدی دختر؟ بابای گفته دخترم بی تجربه از کار یادش بدیم. مراد خان این دختره رو بیچارش میکنه. ولی خیلی دلم براش میسوزه طفلی. نمیخواستیم بریم طبقه 4؟ خوردن به پست من. ای بابا چی؟
4 تا زبون؟ کدوم دانشگاه؟ دانشگاه میشیگان؟ وای خدایا، آفرین به این دختر، ماشاءالله. تازه فوق لیسانس هم خونده. ژاپنی، روسی، عربی، انگلیسی. این بیچاره اصلا پارتی نمیخواد. آدم به این با استعدادی. ببخشید، من مصاحبه کاری داشتم. بله، سمت راست آخرین میز. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. سلام، من برای مصاحبه اومدم. خوش اومدی سونا پیکتاش، اتفاقا منتظرتون بودم. نه، اشتباه شده. هیچ اشتباهی نشده، نجات خان سفارشات لازمو کردن. قراره به عنوان دستیارم مشغول به کار بشین، ولی فکر میکنم خودشون رفتن. پس شما لطفاً این فرم استخدامو پر کنین، قراردادو امضا کنین، فردا که اومدین به خودتون بیارینش. فردا؟ میخواستین هفته دیگه شروع کنین؟ چی؟ از سمتتون خوشتون نیومد. نه بابا، چرا خوشم نیاد؟ چی؟ 3000 لیر؟ البته برای شروع کار. بله بله بله، الان میام، فردا میبینم اتون. اما هی، حقوقش واقعا 3000 تاست. اما برای سونو پکتاش، مامانمو چی کار کنم؟ عشق لفتن انلمان.